درود بر شما و سپاسگزار هستم از معرفی شما و دعوت شما. شاهنامه به راستی جان ایران است و شاهنامه به راستی شناسنامه زنان ماست. شاهنامه که کوهی سترگ در گستره ایران و زن را بر سر خود جای داده است. شاهنامه که جان ایران است، زن را بر سر خود جای داده است. زنان شاهنامه از جان گذشته هستند و عاشق، عشق به میهن، عشق به فرزند، عشق به همسر، عشق به عشق. فرانک بودش نام و فرخنده بود، به مهر فریدون دلاگنده بود. فرانک پرهنر، خردمند، اندیشه ساز، مام فریدون و همسر آبتین، از زنان توانای شاهنامه است. فرانک فرزندش را یاری می‌دهد تا ضحاک بیگانه بیدادگر را به زیر کشد. خجسته فریدون ز مادر بزاد، جهان را یکی دیگر آمد نهاد. جهان را چو باران به بایستگی، روان را چو دانش به شایستگی. و فرانک های شاهنامه پند را توشه فرزندان خود می کند. فریدون پیش از رفتن به کارزار، پیش از رفتن به جنگ، به سوی مادر می آید. فرو ریخ آب از مژه مادرش، همی آفرین خواند برداورش. زنان شاهنامه قهرمانانی هستند که به همان سان که زیبایی و نازکی دارند، به همان سان دلاورند، همتای مردان. کجا نام او بود گرد آفرید، که چون او نیامد ز مادر پدید. زنی بود بر سان گردی سوار، همیشه به جنگ اندرون نامدار. بپوشید درع سواران جنگ، ندید اندر آن کار جای درنگ. گرد آفرید در دلیری از مردان پیشی میگیره. نهان کرد گیسو به زیر زره. گرد آفرید این زن دلاور گیسوان خودش رو به زیر زره نهان میکنه. کمر برمیان بادپایی به زیر، همچو رعد خروشان. با این واژه هاست که شاهنامه از گردآفرید یاد میکنه، همچو رعد خروشان. امروز روز گردآفرینان ایران است. رودابه، رودابه کیست؟ رودابه شاه دختیست کابلی و دلباخته زال. رودابه اما باکی از ترسفکنی پدرش و مرگ خیش ندارد. عشق زال و رودابه آبستن یکی از زیباترین داستانهای دلسپارانه شوربنده است. رستم برایند پیوند مهرآمیز و عاشقانه زال و رودابه است. در این داستان دلتپان، سیندخت، مام رودابه و همسر مهراب کابلی با خرد از کشتار مردمان و دختر خود جلوگیری می کند. و این پیوند فرخنده را میان رودابه و زال پدید می آورد. ببینید به چه زیبایی سیندخت نقش خودش رو بازی می کنه. دلیران گام برداشتن سیندخت برای رایزنی و پیشگیری از جنگ نزد سام پهلوان از بخش های بی مانند شاهنامه است. مرا رفت باید همین پیش سام، کشیدن مر این تیغ تیز از میان. مگر شهر کابل نسوزد به ما، چو پژمرده شد برفروزد به ما. بیامد گرازان به درگاه سام، نه آواز گفت و نه برگفت نام. سیندخت به پیشگاه سام میاد، اما خودش رو معرفی نمی کنه. چون این گفت سیندخت با پهلوان،
که با رأی تو پیر گردد جوان. سخنها چو بشنید از او پهلوان، زنی دید با رأی و روشن روان، به رخ چون بهار و به بالا چو سرو. زن در شاهنامه، زنی دید با رأی و روشن روان، به رخ چون بهار و به بالا چو سرو. و رودابه، رودابه کیست؟ رودابه دختر سیندخت، همسری است عاشق و مادری است زیبا. شاهنامه با واژه های زیر از رودابه یاد می کند. به رخ چون بهشت، سیمین بر، مشکین کمند، گلنار، دو چشمش به سان دو نرگس، دو ابرو به سان کمان. بهشتی است سر تا سر آراسته، پرآرایش و دانش و خواسته. و رستم براینده این عشق کیست؟ از این دخت مهراب و از پور سام، گبی بر منش زاید و نیکنام، عقاب از بر ترگ او نگذرد، سران جهان را به کس نشمرد. یعنی رستم ما که در دامان عشق بزرگ میشه، سران جهان را به کس نشمرد، چاپلوس نیست. رستم نیز برای جانفشانی های خود در راه ایران چنین میگوید: مرا تخت زین باشد و تاج ترگ، قبا جوشن و دل نهاده به مرگ. و هنگامی که رستم کشته می شود، به یک سال در سیستان سور بود، از این تیره تر کس ندیده است روز. زخوردن یکی هفته تن باز داشت، که با جان رستم به دل راز داشت، عاشق هم بودن. زنا خوردنش چشم تاریک شد، تن پهلوانیش باریک شد. زنان شاهنامه عاشقانی دلیرند که با همه زیبایی بی پروا گام بر می دارند. و تهمینه، تهمینه کیست؟ دو ابرو کمان و دو گیسو کمند، به بالا به کردار سرو بلند. روانش خرد بود تن جان پاک، تو گفتی که بهره ندارد ز خاک. تهمینه شبنگام به سراغ رستم میره. رستم در دربار سمنگان هست، مست کرده و به خواب رفته. برای نخستین بار تهمینه به سراغ اون میره. رستم بیدار میشه از خواب، بپرسید از او گفت نام تو چیست؟ رستم از تهمینه میپرسه، بپرسید از او گفت نام تو چیست؟ چه جوی شب تیره؟ کام تو چیست؟ چون این داد پاسخ که تهمینم. تهمینه رستم را هم بالای خود بر میگذیرد و از او تقاضای هماغوشی میکنه. و سهراب این سرخ روی بار این پهلوانی درخت است. سهراب میوه این درخت پهلوانی است. چو خندان شد و چهره شاداب کرد، ورا نام تهمینه سهراب کرد. و دیدگاه شاهنامه درباره دختر یا پسر بودن فرزند چیست؟ چقدر زیباست در شاهنامه نظر شاهنامه در مورد دختر یا پسر بودن. چو فرزند را باشد آیین و فر، گرامی به دل بر، چه ماده چه نر. و در ستایش منیژه، درخشان کند باغ چون آفتاب، افراسیاب پدر منیژه بیژن عشق دخترش را به چاه افکنده است. رستم از ایران برای آزادی این عشق روانه می شود، که رستم سلحشور عشق است و سالار عاشقان. منیژه رستم را رهنمون بر چاه بیژن می شود و رستم پس از آزادی بیژن هر دو دلداده را با خود به ایران میبرد، که ایران جایگاه دلدادگان است. و منیشه نماد پایبندی و جانفشانی است. و زنان ایران شاهان ایرانند در شاهنامه. زنان ایران شاهان ایرانند. همای آمد و تاج بر سر نهاد، یکی راه و آیین دیگر نهاد.
همه گیتی از دادش آباد گشت، پوراندخت پادشاه ایران. جهان را به داد و دهش مژده داد، زن در شاهنامه. هم میهنانم، زن در شاهنامه دلیریست، پهلوانیست، رایزنیست و خردمندی و خردورزی و اندیشه سازی. شاهنامه این خروشان رود دلارام بر ایران و فرزندانش فرخنده و پیروز باد. روز زنان بر دختران و زنان ایران فرخنده و خجسته باد. سپاسگزارم.